روزه داشتن برای چی روزه فرض گردید و فایده های آن چیست؟ الله سبحانه و تعالی فرمود ای کسانی که ایمان آوردید به شما روزه داشتن را فرض کرده شد چنانه که بر آنهایی که پیش از شما بودند فرض شده بود باشد که پرهیزگاری کنید سوره بقره آیه 183 روزه پاکسازی نفس است روزه صحتی قلب و جسم را حفظ میکند لیکن آن با شهوات باز میگردد پس روزه انسان را از شهوات باز میدارد و آن بزرگترین کمک رسان به پرهیزگاری است روزه داشتن جهاد نفس است و بر ما لازم است که ضد خواهش های نفس خود باشیم و از دست زدن به گناه خودداری کنیم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر ثواب عمل فرزند آدم به خودش است جز روزه که از آن من است و من خودم پاداش آن را می دهم. روزه سپر در برابر آتش دوزخ است. پس هر گاهی که از شما روزه دار بود نباید سخنی بدی بگوید و یا بر کسی فریاد زند. و اگر کسی او را دشنام داد یا به او جنجال کرد در جوابش بگوید که من روزه دار هستم. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. در وقت روزه از دروغ، غیبت، تکبر و سخنچینی دور باشیم. زیرا این عملها قبیح بوده از محرمات است. جابر ابن عبدالله رضی الله عنه گفت اگر تو روزه بداری پس گوش و چشمت نیز روزه بدارد و هم زبانت از دروغ گفتن که آن گناه است باز ایستد و نباید روزهای روزه داریت با روزهایی که روزه نداشته ای برابر باشد حدیث با روایت ابن ابی شیبه و روزه داشتن رام کردن نفس به کارهای خیر و نیک است به مثل صدقه دادن نماز خواندن و تلاوت قرآن کردن و غیره از طاعت و عبادت ها و در روزه داری زاهدی در دنیا و رغبت به آخرت است و در جنت و آنانی که در این دنیا روزه دار بودند گفته می شود گوارا بخورید و بی آشامید به سبب آنچه در روزهای گذشته پیش فرستاده بودید سوره حاقه آیه 24